سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 17 ماه هوت سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 ماه مارچ سال 2011 میلادی. رئیس جمهور کرزی اطمینان می دهد که حقوق زنان هیچگاه قربانی گفتگوهای صلح نخواهد شد. آقای کرزی در مراسم بزرگداشت از صدومین سال روز همبستگی زنان از خشونت‌های جدی در برابر زنان سخن می‌گوید و خواهان کمک عالمان دین و بزرگان قوم برای کاهش این خشونت‌ها شده است. در این حال رئیس جمهور کرزی می‌گوید که خانه‌های امن هیچگاه بسته نخواهند شد، اما پول‌های کمک شده به این نهادها باید از طریق وزارت مالیه به مصرف برسد. شکیل ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. از صدومین سال روز همبستگی زنان جهان در کابل تجلیل شد. در این روز رئیس جمهور کرزی از افزایش خشونت ها در برابر زنان سخن می زند و نقش عالمان دین و بزرگان قوم را در کاهش این خشونت ها اثرگذار می داند. در افغانستان و در جامعه ما مثل هر جامعه دیگه خشونت علیه زن ها هنوز هم دوام داره. خشونت بسیار جدی. زن متاسفانه که هنوز هم مظلوم است. از اگر کسی انکار کنه دروغ میگه، از این کارش نمیتونه. زن مظلوم است، هر مرد در خانه های افغانستان که دلش خواست خشونت کرده میتونه، توهین کرده میتونه، آزار داده میتونه. در حالی که اکنون بیشتر از 12 خانه امن برای زنان در کشور فعالیت دارند و در این خانه های امن زنانی که قربانی خشونت های خانوادگی شده اند نگهداری می شوند، در این اواخر گزارش های درباره محدود شدن کار این نهادها پخش شده اند، اما رئیس جمهور کرزی می گوید که خانه های امن ایدگاهی بسته نخواهند شد. همه قدر آل توان داریم که خانه امن خود ما بیچارنیم، ولی خانه امن با تمام مانا با ضوابط و با اصول که جهان در او موافق است و ما هم در او طرفدار هستیم او کار میکنیم. جایی که اونها میان کمک میکنن به خانه های امن خدا بیارشن، ولی این کمک باید شفاف باشه، این کمک از طریق وزارت مالی افغانستان باشه و این کمک باید زیر نظر وزارت امور زنهای افغانستان باشه. از سوی هم رئیس جمهور کرزی میگوید که حکومت هیچگاهی دستاوردها و حقوق زنان را قربانی گفتگوهای صلح نخواهد کرد. مطمئن باشین خواهرای ما، دستاورد قانون اساسی افغانستان، دستاوردهای ما به طرف ترقی کشور، دستاوردهای ما به طرف بهبود و زنهای افغانستان نه تنهایی که صدمه نمیبینه، نه تنهایی که آهسته نمیشه، بلکه در آمدن صلح به افغانستان این دستاوردها تقویه میشن. در همین حال نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در هر گونه گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان باید حقوق زنان در نظر گرفته شود. در هر گونه راه حل در این کشور حقوق زنان نباید پامال شود، و این معنا که در این گفتگوها دستاوردهای زنان نباید قربانی گردند. اما راه حل نظامی برای حل مسئله افغانستان